هللویا خداوند. پدر آسمانی، عیسی مسیح، روح القدس عزیز، خدای تثلیث، ای خداوند در حضور تو ایستادیم و با این ایستادگی میخوایم اعلام کنیم خداوند که ما منتظر هستیم، ما میخوایم که آماده باشیم. امروز خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح که تو دروازه های آسمان رو به روی ما باز کنیم. امروز میخوایم ببینیم که چطور خداوند برکت و نعمت از آسمان بر روی ما جاری میشه خداوند. امروز خداوند دلهای ما رو، گوشهای ما رو خداوند، جان ما رو آماده کن تا کلام راستین تو رو خداوند بشنویم. خداوند دعا میکنم که یا و همزه از کلام تو بر زمین نیفته، بلکه به کاملیت و به قوت در دلها و قلبهای ما بنشینه. ای روح القدس عزیز، تو پشت کلام خودت بیست و در قلب‌های ما کار کنه خداوند. واعظ کلام رو به حضور تو بلند می‌کنم، شکرگزاری می‌کنم برای مسیحی که تو به او بخشیدی، برای قوت و قدرتی که خداوند تو از اعلی بر روی او قرار دادی خداوند، که امروز مثل یک ظرف برگزیده خداوند حقایق آسمان رو برای ما بیان کنه خداوند. امروز هم او رو برکت بده، سلامتی در روح، روان و جسم رو روی او اعلام می‌کنیم خداوند، تا در اقتدار و فروتنی کلام تو رو به گوش‌های ما برسونه. در نام عیسی مسیح، آمین. مرسی. عزیزانم، چه کسایی امروز در این پرستش عالی از حضور خداوند پر از طراوت و تازگی شدن؟ میتونید دستاتون رو بلند کنید. آمین. هللویا. چقدر عالی. فضا آماده است برای اینکه روح قدوس خدا فعالانه در بین ما کار کنه. چه کسایی هستن که امروز با انتظار اومدن اینجا که خداوند میخواد با ایده ها و معجزاتش ما رو احاطه کنه؟ آمین. با انتظار اومدیم. آمین. چه کسایی امروز اومدن اینجا که بارش روح القدس اونا رو پر کنه، زمین های دل اونا رو لبریز از حضور خودش کنه، زمین‌های خشک و ترک خورده ما رو گاهن با بارش‌های روح القدس امروز پر کنه؟ با این امید اومدیم، با این انتظار اومدیم. پس بذاریم قبل از این که کارهای عظیم خدا رو امروز تک تک ما شخصا میخوایم تجربه کنیم، با روح و روان و بدنمون سر پا بیستیم، چند لحظه‌ای زینت قدوسیت رو بپرستیم، او رو ستایش کنیم، شکرگزاری کنیم. یکی از تصویرهای زیبای عهد عتیق عزیزان، برای یکی از قربانیهایی که خداوند میگفت قوم به حضورش بیارم، قربانی سلامتی بود. میگفت وقتی این قربانی رو میاری، قربانی صلح، سلامتی، آشتی با خدا، در جلوی معبد اینجوری بگیرین، تکون بدین جلوی خداوند، این یعنی این که خدایا شکرت برای اینکه تو به وسیله این قربانی صلح و آشتی برقرار کردی. ما در عیسی مسیح خداوند به وسیله قربانی سلامتی، قربانی تمام و کامل عیسی مسیح، با عیسی مسیح خداوند وارد صلح و سلامتی شدیم. آمین. بذاریم سپاس لبهای خودمونو قبل از این که خداوند کاسه های ما رو لبریز کنه نسبت به او ابراز کنیم. آمین. داوود میگه ستایش من، دعای من مثل بخور خوشبو به حضور تو برسه و برافراشتن دست هایم مثل قربانی شامگاهی باشه ای خداوند نزد تو. میخوان دستامونو بلند کنیم. کسایی هستن بین ما دستاشون درد میکنه، خداوند میگه دستاتو بلند کن. همین که دستاتو بلند میکنی، این روح شفابخش خدا همین الان تمام موزه های درد و نزد و شفا میبخشه. آمین. دستامونو بلند میکنم و هر یکی صدای خودمونو بلند کنیم، خداوند رو شکرگزاری کنیم. این ایمان میخواد عزیزان، قبل از اینکه دریافت کنیم میخوایم شکرگزاری کنیم. مرسی خداوند، برای تو بانگ شادمانی به حضور تو بلند میکنیم. خدای جلال رو میست تاییم. خدایی که قبل از این که ای خدا و ما الان در این پرستش و ستایش تو رو محبت کنیم، تو ما رو محبت کردی، تو به دنیای ما اومدی، تو پا به صحنه بشریت گذاشتی، از محبت تو، از رحمت های توست که اینجایی. ای خدا و قربانی های ستایش، قربانی های لب های خودمونو در نام عیسی مسیح به حضور تو بلند میکنیم. آمین. و اعلام میکنی تو خدایی هستی که امروز تک تک کسایی که
که با ایمان به تو نگاه میکنن نه با احساس. تو زمین دل اونا رو سیراب میکنی، ما تک تک ما رو توانگر میسازی، اونجایی که شفا احتیاجتو شفا میاری، اونجایی که ناامیدی امید میاری، اونجایی که بی تفاوتیه آتش روح القدس تو غیرتی آتشین برای کار تو در تک تک ما، چون ما فرزندان تو هستیم و تو خدای ما هستی. میخوایم امروز اعلام کنیم که دعای ما، ستایش ما به حضور تو خواهد رسید و رحمت تو از ما باز داشته نخواهد شد. آمین، 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 آمین. برای خدا من به ستاییم. هللویا، شکر خدای عالی. آمین. امید است که در این زمانهای آمادگی که پشت سر گذاشتیم عزیزان، گره‌های نفسانی ما باز شده باشه. آمین. تا نفس آن نینواز هستی بخش یعنی روح القدس آماده باشه که درون این نهای ما حرکت کنه، کار کنه. آمین. تا زیباترین نغمه ها رو از طریق ما، از ما، در ما به این دنیا بنوازه. آمین که روح القدس بتونه از مجرای باز ما، حتی اگه کسایی با آمادگی نیومدن تو این پرستش، این مجراهای نفسانی ما باز شده باشه تا روح القدس بتونه زیباترین نغمه ها رو از طریق ما بنوازه. باور میکنین که خدا قادر این کارو بکنه؟ میخوام توجه شما رو جلب کنم به یکی از موضوعات مهم عزیزان عهد جدید که هر مسیحی باید از اون آگاه باشه. دریافت روح القدس. نمیدونم کسای عید قیام یادتونه روایت اولین ظهور عیسی مسیح، حتی تئاتر هم اینجا بازی کردیم، خواهرمون ناهید تئاتر بازی کرد. یادتونه؟ کیا یادشونه؟ در یوحنا باب 20 آیه 21، جایی که شاگردان به سبب ترس یهود در اون بالاخانه جمع شده بودن، ناگاه عیسی آمد در میان ایشان ایستاد و گفت چنان که پدر منو فرستاده من نیز شما رو میفرستم، و بعد به ایشان دمید و گفت روح القدس را بیابید. آمین. این دمیدن عزیزان عملیه که یک نوازنده فلوت انجام میده. وقتی که در سازش میدمه صوتی رو تولید میکنه. وقتی میخواد صوتی رو در اون ساز زیباش تولید کنه در اون میدمه. و میبینیم که عیسی مسیح خداوند بر شاگردان دمید. دمی که عیسی بر شاگردان دمید اون نفس هستی بخشش بود و صوتی که از شاگردان تولید شد چی بود؟ تولد تازه و خصوصیات تولد تازه. در رومیان باب 10 آیه 9 میگه اگه به زبان خود اعتراف کنی و در دل خود ایمان بیاری که عیسی مسیح خداوند از مردگان برخواسته، هر آینه نجات خواهی یافت. شاگردان 3.5 سال عزیزان با عیسی مسیح بودن، ایمان آورده بودن که عیسی خداونده. اما بعد از قیام، بعد از اینکه عیسی مسیح خداوند رو ملاقات کردن، اولین بار بود که ایمان داشتن که او خداوند او را از مردگان برخیزانیده، قیام داده. اونا از طریق تجربه قیام بود عزیزان، از طریق روحی که بر اونا دمیده شده بود، اینطور شد که از حاکمیت عهد عتیق به حاکمیت عهد جدید چی شد؟ منتقل شدن به خاطر اون روحی که عیسی مسیح خداوند بر اونا دمیده بود. اونا چی شد؟ خلقت تازه گرفتن. دقیقا وقتی صبح پیدایش رو نگاه میکنیم میبینیم پس خدا انسان رو از خاک زمین به وجود آورد و بر او روح حیات رو چیکار کرد؟ دمید. درسته؟ چیکار کرد؟ روح حیات رو دمید. روح حیات خدا دمید تا انسان چی بشه؟ خلق بشه. دقیقا میبینیم خلقت جدید هم از همین الگو داره پیروی میکنه، اما این بار خدا نیست که میدمه، بلکه مسیح قیام کرده است، مسیحی که از قبر و مرگ گذشته.
و حیاتی رو به اونا منتقل میکنه عزیزان، کاملا پیروزمند بر گناه، بر شیطان، بر مرگ. این عیسایه قیام کرده بود که تولدی تازه، خلقت تازه رو به خاطر اون دم هستی بخشش به اونا منتقل میکنه. تو افسوسیان باب دعای ده میگه زیرا صنعت دست خداییم اما آفریده شده در عیسای مسیح خداوند. چطور آفریده شدیم؟ به وسیله اون دم هستی بخشش. هر شخصی که خواهر برادری عزیزم، خودتون میتونین اینو تجربه کردین و تجربه کنین، هر شخصی که وارد نجات میشه این تجربه در موردش صدق میکنه. نمیگم مثل شاگردان یه تجربه عینی پیدا میکنه، ولی ملاقات با عیسی در روحش باعث میشه که زانوهای او خم بشه و زبان او اعلام کنه که عیسی خداونده. پس این کلاس های حقجویان نیست، آموزه های کلاس های حقجویان نیست، عضو کلیسا بودن نیست، خدمت کردن نیست، بلکه ملاقات با شخص عیسی قیام کرده است. اون موقع است که ما از مرگ به حیات منتقل میشیم، از ظلمت به نور، از شرارت و تباهی به حیات و زندگی منتقل میشیم. هیچ تعلیمی در کلیسا نیست، هیچ دعایی، هیچ چیزی نیست که به ما تولد تازه بده مگه اینکه این تجربه شخصی رو داشته باشیم. من یادم سر سجاده نماز حقیقتا میتونم بگم من اصلا کلیسا نرفته بودم، هیچ دعایی برای من نشده بود، هیچ تعلیمی ندیده بودم، یه جزوه کوچیک بشارتی داشتم، سر سجاده نماز نشستم، من نمیدونستم حتی باید چجوری دعا کنم و این جزوه رو خوندم، قلبم رو به عیسی مسیح سپردم. هیچ کمکی عزیزان نداشتم، هیچ تعلیمی نبود، نمیدونم از کدوم ور این باد روح القدس وزید، فقط زانوهای من خم شد و چیزی رو که تجربه کردم انگار یه موجود مرده در درون من شروع به زندگی کرد. زندگی رو از اون روز تجربه کردم، زندگی که هیچ وقت قبلا تجربه نکردم، زندگی که سراسر حیات بود و این در تمام زندگی من، حتی شیوه رفتار من، همون لحظه یه تغییر به خصوصی به وجود آورد. میخوام چی بگم؟ امکان نداره که تو تولد تازه پیدا کرده باشی ولی یه تغییر ریشه‌ای و اساسی در درون تو انجام نشده باشه. تو میتونی عضو کلیسا بشی، میتونی کلاس‌های تعلیمی رو بیای، ولی همچنان بدون تغییر باقی بمونی. ولی زمانی که با عیسی قیام کرده ملاقات میکنی، شروع میکنی عزیزان به یه تغییر پویا، رو به افزاینده، شروع میکنی به جلو حرکت کردن و این چیزی که در تو در اون تولد تازه شروع شده بود افزایش پیدا میکنه و هیچ وقت از اون کاسته نمیشه عزیزان. صد البته که گاهی حال ما خوبه، گاهی بده، چون زندگی مسیحی سراسر نوسانه، افت و خیزه. زندگی مسیحی با عیسی راه رفتن پر از مردن و برخاستنه، پر از ضعف و قدرته، پر از بهار و زمستانهای متوالی و پشت سر همه. ولی تو دوباره و دوباره به عیسی مسیح خداوند وصل میشی و هرگز و هرگز گم نمیشی. و شاگردان میبینیم عزیزان تعلیمی به خصوصی نگرفته بودن، ولی وقتی عیسی مسیح بر اونا دمید حیات الهی رو دریافت کردن. اون حیاتی که چی بود؟ فساد ناپذیر بود، شکست ناپذیر بود، حیاتی که متعال بود عزیزان، حیاتی که بر تمام شرارت ها و دروغ ها میتونست غلبه کنه. اما عزیزان اینجا یک امای بزرگ وجود داره. با اینکه عیسی بر اونا دمیده بود، اونا هیچ راهنمایی برای خدمت نداشتن، هیچ هدف روحانی برای آینده نداشتن، خودشون اصلا نمیدونستن تو نقشه خدا چه جایی دارن. در اورشلیم هم میبینیم هیچ تغییری به وجود نیامده بود، درسته؟ درسته یا نه؟ از یک شنبه قیام عزیزان که عیسی بر اونا دمیده بود تا صعود عیسی مسیح خداوند، هیچ رویای الهی شاگردان نداشتند.
زندگی داشتن سراسر بدون هدف. عیسی مسیح خداوند برای همین تو یوحنا باب 16 آیه 7 میگه ببینید اصلا با یک اشتیاقی داره انگار دست و پای شاگردان میگیره، میگه ببینین عزیزان من به شما راست میگم، باور کنین دروغ نمیگم، رفتن من برای شما به نفع شماست، چون من اگه برم روح القدس میاد. ببینین عزیزان 3 سال و نیم با شاگردا بود، هیچ وقت دروغ نگفته بود، ولی اون چه که میخواست به شاگردان بگه انقدر هیجان زده شده بود، انقدر شگفت انگیز و عالی بود که با این مقدمه عجیب شروع کرده بود. ببین باور کنین دروغ نمیگم، راستشو دارم میگم، من اگه برم روح القدس بر شما میاد. یکمی فکر کنین شاگردا، انگار من تصویر دارم تکونشون میداد. ببینید فکر کنین تا الان چیزای عالی گرفتی، معجزات دیدی، آیات عجیبه دیدین، ولی میخوام بهتون بگم بیدارشین، چیزای عالی تر در انتظارتونه. و بعد در آیه 12 میگه چیزای بسیار دارم که به شما بگم ولی الان طاقت تحملشو ندارین. یعنی چی؟ یعنی با درک طبیعی شما اصلا نمیتونین بفهمین اسرار خدا رو. شما باید وارد یک رابطه روحانی با خدا بشین، چون خدا روحه، بدون روح القدس تو نمیتونی وارد یک روحانی تنگاتنگ و صمیمی با خدا بشی. یک رابطه، 3 نوع رابطه وجود داره عزیزان، 300 رابطه وجود داره. رابطه اول در حیطه جسمه که پایین ترین رابطه است. رابطه یک متاسفانه خیلی از زن و شوهرها، خیلی نه خدا نکنه بعضیا دارن، در سطح فیزیکیه، اصلا جلو نمیره. برای همین این زن و شوهر رو و رابطهشون، این زوجها 99% به طلاق کشیده میشه. ولی سطح بعدی رابطه در حیطه جانه، در حیطه شخصیته، درجه ای که کی به اون نائل شد؟ داوود و یوناتان. چقدر زیبا میگه تو 2 سموئیل، میگه ای برادر من یوناتان، برای تو چقدر دلتنگ هستم، برای من تو بسیار نازنین هستی، محبت تو عجیبتر از محبت زنان است. اونا هیچ رابطه فیزیکی با هم نداشتن، این بعضی ها که دوتا دوستن، دوتا برادرن، دوتا خواهرن، دوتا زنن، ولی چقدر روحاشون با هم کانکت شده نیست؟ در حیطه جان اونا، شخصیت اونا یه اتفاقی افتاده که جان اونا اینطوری به هم چسبیده. ولی عزیزان بالاترین رابطه، سطح رابطه در حیطه کجاست؟ روحه، که احدی بجز امداد روح القدس، پوری روح القدس نمیتونه ما رو به اون سطح ببره. این همون درجه ایه که کی به اون نائل شد؟ کی به شناخت اون رسید؟ پولس که هرگز پتروس نتونست، چون اگه میخواست به اون مرحله برسه باید از اون تجربه های جسمانی، حواس پنجگانش که تو یوحنا میگه چشمای ما دید، دستای ما لمس کرد، چشمای ما دید، گوش ما شنید، باید از اون پا فراتر میذاشت، در روح باید اون رو ملاقات میکرد، مثل پولس یادتونه؟ باید جلوتر میرفت. و چه فیض عظیمی که خدا به واسطه روح القدسش میخواد مثل پولس ما رو به عمقهای خودش ببره. عزیزان اگه میخوام خدا رو صمیمانه تر بشناسیم، درک کنیم، همجوری در جا نزنیم، بزرگترین برکت، بزرگترین هدیهی که روح القدس به ما داده، خدا به ما داده، خودشه. از طریق روح القدس میاد در ما ساکن میشه. من نمیدونم چقدر هیجان زده هستین، حقیقتا من پر از هیجان هستم که چه خدای بی نظیری داریم، چه خدای بی نظیری رو خدمت میکنیم عزیزان، که انقدر مشتاقه، خودش مشتاقه، قبل از اینکه ما مشتاق باشیم که خودشو عمیق‌تر بر ما مکاشفه کنه، خودشو عمیق‌تر بر ما آشکار کنه. یوحنا میگه یحیی به آب تعمید میداد، اما عیسی مسیح اومده که به روح القدس تعمید بده.
آمین. 7000 وعده در کتاب مقدس عزیزان، فقط یک وعده خاصه، یک وعده خاص برای فرزندان خدا که خدا به طور خاص به کلیسای مجیدش این وعده رو داده. لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت تا چی بشه؟ شاهدان من بشین در اورشلیم، در یهودیه، در سامره، در اقصای جهان. بنابراین ما باید پر از روح القدس بشیم اگه فرزندان خداییم. اما چرا؟ برای چه هدفی؟ تا قوت بیابیم، شاهدان او بشیم. آمین. و این اتفاق برای خیلی از ماها نیفتاده عزیزان، با اینکه روح القدس رو داریم زمان تولد. اما عیسی میگه یک تجربه دیگه‌ای وجود داره، یک تجربه دیگه‌ای در راهه که شما رو قوت میبخشه که خدمت مثمر ثمر برای او داشته باشین، تا شاهدان او باشین. اعمال باب دعای یک، چون روز پنتیکاست فرا رسید همه به یک دل، همه به یک دل در یک جا جمع بودند. آنگاه آوازی چون آواز وزیدن باد از آسمان آمد و خانه را پر کرد و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش به دیشان ظاهر شد و بر هر یکی تقسیم کرد. بر هر یکی از اونا کلی نبود، بر هر یکی از اونا قرار گرفت و اونا از روح القدس پر شدن و به زبانهای مختلف به نوعی که روح به اونا قدرت تلفظ میبخشید شروع به سخن گفتن کردن. آمین. باور میکنین که همین امروز میتونیم پرشین و شروع کنیم به سخن گفتن؟ آمین. که این روح خوابالودگی و خمیازه از این فضا دور شه به قدرت خون عیسی مسیح. آمین. روحی که دشمن میخواد بیاد خمیازه و خوابالودگی به وجود بیاره، این دیوچه ها این مکان رو ترک کنن و تمامی این مکان زیر تسلط روح خدا قرار بگیره تا روح القدس با قوت عمل کنه. آمین. عزیزان، سه عبارت بسیار مهم اینجاست که میخوام روی اون تمرکز کنید. بر روی هر یکی از ایشان قرار گرفت. اشاره به چیه؟ تعمید. از بالا اومد روی اونا قرار گرفت. اشاره تعمید ما چجوری میگیریم؟ قوطه‌ور میشیم. مثلا کلمه تعمید یعنی قوطه‌ور شدن. تعمید آب چجوریه؟ قوطه‌ور شدن در آبه، یعنی دفن شدن، پایین رفتن. درسته؟ باید زیر آب بری، قوطه‌ور بخوری. مثل کسی که میره استخ، میره زیر آب، یه زیرابی میزنه. یادتونه؟ تعمید گرفتن با روح، با آب، یعنی میری تو استخ، پایین میری. اما تعمید روح عزیزان خیلی مهمه. هرچی آگاهی و شناخت ما بیشتر باشه، قدرت دریافت ما بیشتره. یعنی قوطه‌ور شدن از بالا، مثل آبشار که روی تو میاد. تو نمیتونی خواهر برادر عزیزم، قول بد میدم، یک صدم ثانیه زیر آبشار باشی بدون که خیس بشی. حتی با فاصله دور، من اینو تجربه کردم یک بار، حتی با فاصله دور که وایسیدی، اون نم، اون خیسی، اون تراوت آبشار میاد تو رو در بر میگیره. هیچ وقت یادم نمیره این تجربه رو. پس مرحله اول چی بود؟ بر هر یکی از ایشان قرار گرفت، یعنی قوطه‌ور شدن. مرحله دوم چیه؟ همه آنها پر شدن. تا حد چی؟ پری، نصف نیمه نبود، پر شدن. الان پاستور قراره که بیاد یه کاری بکنه. آره، پر شدن. اول قوطه‌ور، یعنی از بالا روح القدس میریزه. میریزه. ولی مرحله دوم پر میشه، این لیوان پر میشه. مرحله سوم
وقتی این ظرف پر بشه همینجور که بریزه چی میشه؟ لبریز میشه. آمین. این کاملا هم روحانیه هم عقلانی. میگه همه از روح القدس پر شدن، لبریز شدن. هللویا. عزیزان این هم روحانی هم عقلانی. الان نباید بخوری، ایمال یه سال. الان حواستون به من باشه، گفتم هم روحانی هم عقلانی. متا تو باب 12:34 چی میگه؟ زبان از زیادتی دل سخن میگه. به بیانی وقتی دلت پر میشه از زبانت بیرون میاد. دیدین من خیلی تو ایران شد، دلم پر درده، دلم پر خشمه. هزاری هم یکی ماسک بزنه وقتی دلش پر درده، پر غم و غصه است، پر خشمه، هزاری بگه دوستت دارم، عاشقتم، یهو یه جا چی میشه؟ میزنه بیرون، لبریز میشه. دقیقاً پوری روح القدس هم اینه. وقتی ما پر میشیم چی میشه؟ بعد لبریز میشیم. چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنیم به سخن گفتن. آمین. خیلی راحت. سه مرحله است حمید روح. قوته ور شدن از بالا، همین کاری که پاستور کرد، پر شدن و لبریز شدن. ولی اونا ممکن بود تو اون بالاخانه در هر مرحله ای عزیزان متوقف بشن. ممکن بود اونا قوته ور بشن ولی پر نشن. ممکن بود پر بشن متوقف بشه لبریز نشن. درسته یا نه؟ خیلی از ایمان دارم میگه من پوری روح القدس رو گرفتم، فقط قوته ور شده، قربونش برم، پر نشده. یا پر شده ولی لبریز نشده. سوال من اینه، کسایی که موافقن با ایمان دستشون رو بلند کن، چرا باید قانع باشیم به چیزی کمتر از بهترین؟ کسی هست که قانع باشه امروز فقط پر شه؟ و کسایی هستن که میخوام پر از پوری خدا باشن. آمین. من که نمیخوام قانع باشم به چیزی کمتر از بهترین. آمین. و نکته مهم اینه وقتی بالاخانه رو نگاه میکنیم و چند جا توی اعمال رسولان نگاه میکنیم، یه تجربه عینی بود. میگه چی؟ همه دیدن، همه شنیدن. یک تجربه نبود درونم، درون من یه چیزی اتفاق افتاد. دیدیم ما میگه تو قلبم محبت دارم، زبانم یخته. خود شاگردان میبینیم قبلا بی بهره جسارت بودن، اونا تولد تازه داشتن عزیزان، ولی شهامت شهادت داشتن نداشتن. اونا بصیرت برای کلام نداشتن. بعد چند لحظه عزیزان میبینیم پتروس بدون هیچ یاد داشتی، بدون هیچ آمادگی میسته و آواز خود رو بلند میکنه، ندا سر میده، میگه این همان است، این واقعه که یوئیل نبی گفت که خدا در ایام آخر روح خود را بر تمامی بشر خواهد ریخت. دختران و پسران ما نبوت خواهند کرد، جوانان ما رویاها خواهند دید. آیا باور میکنین؟ آیا اینو انتظار دارین؟ و پیران ما خوابها خواهند دید، روح خود را بر تمامی غلامان و کنیزان خواهم ریخت و اونا نبوت خواهند کرد. پتروس یک ساعت بیش نمیتونست موعظه کنه، اون نمیتونست چنین بینشی آگاهی از کلام خدا داشته باشه. در یک لحظه وقتی روح القدس بر او ریخت، کلام بر او زنده شد. اون مثل لنگایی بود که برای مأموریت رسالتی خودش روی پای خودش با قوت ایستاد و دهانش رو باز کرد و انجیل درخشان عیسی مسیح رو موعظه کرد. و دیگه هرگز دنبال کار خودش نرفت، دنبال ماهیگیری نرفت. قبل از این که پر بشه، یادتونه بعد از قیام وقتی عیسی مسیح دمید چی شد؟ پتروس رفت دنبال ماهیگیری.
یادتونه؟ ولی بعد از پنتیکاست هرگز دیگه دنبال زندگی خودش نرفت. یک زندگی وقف شده تا به مرگ، حتی مصلوب شد. گفت من شایسته نیستم مثل عیسی مسیح به صلیب کشیده بشم، بلکه سر و ته مصلوب شد. عزیزان سه تفاوت عمده هست بین یک شنبه قیام و یک شنبه پنتیکاست. در یک شنبه قیام چه میبینیم؟ مسیح قیام کرده رو. چه اتفاقی میفته؟ روح بر اونا دمیده میشه. نتیجه چی میشه؟ تولد تازه. یک شنبه پنتیکاست چی میبینیم؟ مسیح صعود کرده و جلال یافته به واسطه روح القدس بر اونا قرار میگیره. چه اتفاقی میفته؟ نتیجه چی میشه؟ آمین، آمین. و عزیزان هیچ کدوم با هم تضادی نداره. هر دو هدف خدا برای قوم عزیز خودشه. جمله روح القدس رو بیابید. این یک پیشنهاد نیست. یک فرمانه. یک دستوره. عیسی مسیح هیچ وقت پیشنهاد نمیداد، بلکه فرمان میداد. وقتی اعمال باب 8 رو میخونیم، میبینیم بشارت توی سامره رفته بود. بشارت رو شنیده بودن، اونها نجات رو یافته بودن، در نام عیسی مسیح تعمید گرفته بودن، آیات و قوات عجیبه گرفته بودن، ولی پتروس و یوحنا نزد اونها فرستاده شد تا برای اونها دعا کنه، دست بر اونها بذاره تا روح القدس رو بیابن. و همه شنیدن و دیدن که اونها به زبانهای تازه سخن میگفتن. چه کسایی هن که حق جویان رفتن ولی هنوز تعمید نگرفتن؟ دستاشونو بالا کنن. یه خبر خیلی خوب امروز برای شما داریم عزیزان. این تجربه من تعمید یافته ها نیست. تو اعمال باب 11 تجربه‌ای که کورنلیوس و اهل بیتش کردن این بود. هنوز سخنان و لب‌های پتروس بود، داشت به اونا بشارت میداد که کورنلیوس و تمام اهل خانهش پر از روح القدس شدن و به زبانها سخن گفتن. و پتروس گفت کی دیگه میتونه آب رو از اینا من کنه؟ اینایی که تعمید روح القدس گرفتن. باور میکنی؟ پس پوری روح القدس هیچ ربطی نداره که ما یک سال دو سال انتظار بکشیم، روزه بکنیم، دعا بکنیم، بذاریم ببینیم ثمرات روح در ما دیده میشه، یه فرد تقدیس شده، مقدس، قدیسی میشیم، تعلیمات بیابیم. نه، فقط اونا دریافت کردن. آمین. چگونه دریافت کردن؟ مگه میشه؟ این سوالای شماسا، همه رو نوشتم. چگونه؟ مگه میشه؟ خیلی ساده عزیزان. لوقا باب 11 آیه 11 واژه‌ای خیلی تشویق آمیزی گفته. مگه میشه شما که پدر هستین، انسانی، نفسانی، پدرت میاد از تو نان میخواد، بچت میاد از تو نان میخواد، به او سنگ میدی؟ آره؟ میاد به تو میگه ماهی به من بده، یه عقرب میذاری کف دستش؟ تو که نفسانی، تو که تو دنیا هستی، بهترین رو برای بچت میخواد. چقدر بیشتر، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی روح القدس رو به شما خواهد داد، به هر کی که به طلبت. آمین. عزیزان این آیه تضمین وجود داره که خواهد داد، اما یک مسئولیت هم وجود داره. مسئولیت چیه؟ طلبیدن به عهده ماست. حاضر هستیم؟ در یوحنا باب 7 آیه 37 میگه در روز عید بزرگ عیسی ایستاده ندا کرد و گفت هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی به من ایمان آورد چنان که کتاب میگوید از بطنای اون نهرهای آب زنده، بطن اون نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اول میخوام بطن رو بشناسین عزیزان. چرا گفته بطن؟ انگار که در بدن انسان، خواهر برادر عزیزم به من الان گوش کنین، اونو نخونین، به من نگاه کنین، بیته در شما تک تکتون، در من و شماها یه چیزی وجود داره، در بطن ما، در درون ما یه کانالی وجود داره، یه چیزی وجود داره که کاملا کاملا مختص روح خداست. وقتی روح از بالا جاری میشه تو این کانال،
قرار میگیره. باور میکنه؟ آیا شگفت انگیز نیست عزیزان؟ کانالی ما داریم برای ریزش آبهای زنده. و سه تا پله همین آیه یک به ما میگه. بسیار ساده عزیزان. کلام این پله اول خیلی ساده است. بهتون بگم چه کسایی ذهنای منطقی دارن، فلسفی دارن، پیچیده دارن، اگه بین ماسه دو تا چهارتا میکنن، میخوام از همون اول بگم خیلی متاسف هستم برات، چون که تمام معادلاتت همین الان به هم میریزه، چون خیلی ساده است. فقط میگه اگه تشنه باشد، فقط تشنه. کسی تشنه هست؟ آمین. کی تشنه است؟ یه زرش هر که تشنه باشد، چی میگه؟ تشنه باشد. نمیگه ده یک تو بده اول، تعلیم ببین حسابی، این چون این تعمید روح القدس مال الهی دانانه، مال از ما بهترانه، مال روحانیانه. نه، میگه فقط همین. اگه احساس میکنی که بیکفایتی، اگه احساس میکنی که نیاز به خدا داری، اگه مسکین در روحی، اگه تشنه ای، این مال توه. عیسی مسیح خیلی راحت میگه تشنگان نزد من بیان، اونایی که نیازمند خدا هستن. اگه پر هستی از هلهوله این دنیا، پر از خودت هستی، پر از آرزوهای شخصیت هستی، متاسف هستم برای تو در این لحظه، چون این تجربه عالی مختص تشنگانه. پله دوم، نزد من آید. نزد کی بریم؟ نزد کی بریم؟ عیسی. نزد هیچ انسانی نریم. عزیزان، انسان‌ها به آب تعمید میدن، میتونن به آب تعمید بدن. فقط خداست، فقط عیسی مسیح خداونده که میتونه ما رو پر از روح القدس کنه. و خود عیسی گفته آن که نزد من بیاد هرگز اونو از خودم نمیرونم. این پوری که امروز دریافتش میکنی، نمیدونم چقدر تا الان هیجان زده هستی، فقط میتونم بگم به زبان عامی خودم، مثل یک نقشه گنج میمونه که تو رو هر روز بیشتر و بیشتر به قلب خدا میرسونه. آمین. و نکته سوم چیکار کنه؟ بنوشد. پاستور چیکار کرد؟ نوشید. چرا نوشید؟ چون تشنه بود. اینجا افراد مذهبی دچار مشکل میشن عزیزان. کسایی که مذهبی هستن باید خیلی کارا بکنن تا دل خدا رو به دست بیارن. اینجا افراد مذهبی دچار مشکل میشن، چون این ساده فقط نیست، سوپر ساده است. میگه فقط بنوشد، همین. و هیچ کس تو رو مجبور نمی کنه که بنوشی. تو میتونی یه اسبو به سمت آب ببری، اما نمیتونی مجبورش کنی که چیکار کنه؟ آب بنوشه. خیلی ساده است. تا حالا شده تو با دهان بسته آب بنوشی؟ تو میتونی پاستو با دهان بسته آب بنوشی؟ تو دهان فیزیکی تو باید باز کنی. میخواست اون چیزی هم که سهم منه بنوشه. باید دهان فیزیکی تو باز کنی. اینجا هم باید دهان تو باز کنی، نه اون آب عینی، بلکه آب نامرئی. چی؟ روح خدا. درکش مشکله؟ کاملا مشکله. برای ذهنهای مذهبی مشکله، اما در ایمان مشکل نیست. تا نهرهای آب زنده از تو جاری بشه. این نهرهای آب زنده چیه؟ زبانهای غیر، زبانهایی که تا حالا حرف نزدی، هرگز نشنیدی، نه میفهمی چیه، نه آموختی، به احتمال زیاد تا آخر عمرت هم نخواهی فهمید. سوال بعدی که الان ایجاد شد توی ذهنم، پس برای چی باید صحبت کنم اگه نمیفهمم؟ برای اینکه
انسان درونی تو با این زبان بنا میشه. میگه به انسانیت درونی از روح او به قوت زورآور بشی. عزیزان وقتی تو به زبانها سخن میگی انسان درونی تو بنا میشه، تو نسبت به روح القدس حساس میشی، تو به وسیله روح القدس وارد اسرار و رازهای خدا میشی، همون اسرار و رازهایی که از ذهن طبیعی پوشیده میمونه، جایی که مشورت خدا مثل یک رازه، میگی چه کنم نمیدونی. وقتی به زبانها صحبت میکنی همون لحظه یا چند دقیقه بعد مثل یک حبابی این مشورت خدا تو فکر تو، تو درک انسانی تو رسوخ میکنه. یه مثال میزنم که بفهمی، اگه من یا تو به دفتر رئیس جمهور آمریکا بریم میتونیم در سطح او با او حرف بزنیم؟ نمیتونیم. میتونیم با اون رابطه صمیمی برقرار کنیم؟ نمیتونیم. اون خیلی چیزا از امور کشورش میدونه، از مسائل امنیتی با خبره که من بی خبرم. نمیتونم همینجور خاله خاله بازی کنم دوست بشم باش، چون خیلی چیزاست که نمیدونم. اون خیلی از رازها خبر داره که اگه به دست افراد جاهل مثل من بیفته امنیت ملی چی میشه؟ به خطر میفته. و چرا ما باید فکر کنیم اگه به دفتر شاه شاهان، پادشاه پادشاهان، رب الارباب جهان میریم میتونیم همجور علا بختکی با او ارتباط برقرار کنیم؟ میتونیم وارد یک رابطه تنگا تنگ بشیم؟ آیا فکر نمی کنیم که رابطه محدود میشه؟ عزیزان خداوند به ما یک رابطه بی نظیر داده به وسیله روح القدس، برای خیریت پادشاهی خودش، برای حفاظت ما، تک تک ما، به فرزندانش داده. وقتی به زبانها سخن میگی دشمن بی خبره، نیروهای شیطانی نمیتونن بفهمن. وقتی به زبانها دعا میکنی خدا ناگهان لشکری رو برای تو میفرسته که تیرهای آتشین شریر رو خونسا میکنه، نقشه های شیطان رو به زیر میندازه. پوری روح خدا زبان صمیمیت با خداست، مثل زن و شوهرهایی که انقدر صمیمین، انقدر رابطه نزدیک با هم دارن، یه زبان دوستیه که با هم دارن، با علم و اشاره با هم صحبت میکنن. اینجا که من داشتم میرسیدم هر دفعه فقط خندم میگرفت، چون یاد خودم و آلبرت میافتادم. روزای اول اصلا زبان همون نمیفهمیدیم، الان هم کاملا نمیفهمیم، داریم به اون سمت حرکت میکنیم. قشنگ یادم اول رفتیم توی مهمونی، مثلا یه موقع یه صحبتی کرد و اینا، من از زیر یه سیخونکی بهش زدم، دوباره اصلا متوجه نشد، دوباره یه سیخونکی جلو همه، یهو برگشت گفت چرا اینقدر به من میزنی پاتو؟ منو بگیر. انقدر خجالت کشیدم، سرخ و سفید شدم، گفتم نه همچو پام خورد. ولی الان خدا رو شکر نگاه به من میکنه، حتی با لبخنداش یه مقدار متوجه میشم منم همینطور. چقدر عالیه که خدا یک رابطه صمیمی، یک رابطه نزدیک با ما میخواد به واسطه روح القدس ایجاد کنه. عزیزان وارد یه مشارکت و سطح عمیق‌تری به واسطه روح القدس ما رو ببره. باور میکنی؟ اول قرنتیان 14:2 میگه زیرا اگر کسی به زبانی سخن میگه به خدا سخن میگه، نه به مردم. داره در روح به اسرار داره سخن میگه، تکلم کن. مردم نمیفهمن، خودش هم نمیفهمه، اما خدا میفهمه. اسرار یعنی چی؟ دست نیافتنی. آمین. نه دست نیافتنی برای اون حس طبیعی، برای نفسانی، نه برای اون انسان درونی. اما سوال بعدی که الان تو ذهنتون دونه دونه دارم میبینم نقش بسته، اما از کجا بفهمم که دارم با زبانهای روح صحبت میکنم؟ خیلی ساده بازم، چون چیز درستی رو درخواست کردی، گفته مگه میشه از پدر آسمانی روح القدس رو بخوایم چیز دیگه ای به ما بده؟ از این ساده تر فقط یک مانع وجود داره عزیزان، که شیطان، این مار قدیمی، این متهم کننده. مطمئن باشین در کنار شما ایستاده، همینجور بغل گوشت وزوز میکنه، میگه ببین اینا حرفه، تو داری از خودت حرف میزنی، خدا این چیزها رو به تو نمیده، اینا ادا اطواره. به او بگو کاملا درست میگی،
ای دشمن جان من، حق با توه. من خودم دارم حرف میزنم، اما روح القدسی که داره واژه ها رو میده، روح القدسه که داره قدرت تکلم به من میبخشه. آمین. و مورد بعدی، تو نمیتونی با دهان بسته و زبانی که تکون نمیده شروع بکنی به حرف زدن. یک راننده باید ماشین رو روشن کنه، درسته؟ پس این یه سهمی خودت داری. اعمال 2:4، پس همه از روح القدس پر شده، آنگونه که روح به اونها قدرت تلفظ میداد شروع به تکلم کردن، سخن گفتن کردن. توجه کنین عزیزان، اونا حرف زدن نه روح القدس، اما روح القدس چیکار کرد؟ واژه ها رو داد، کلام ها رو داد. ممکنه توی رودی بری، من خودم خیلی تجربه، تو استخ بری، وقتی پاتو بالا نمی کنی قربونش برم، من هی دست و پا می زدم، شالاب شلوبه می رفتم زیر آب. یه جایی یاد گرفتم که دیگه دست و پا نزنم، خودم بسپرم به این آب، و الان قشنگ یاد گرفتم. البته شنا نمی کنم، چیزی که بلده فقط خودم رو می سپرم. دیگه 10 دقیقه همجور رو آب می مونم، میگم همینم، خدا رو شکر که من میتونم رو آب بمونم، زیر آب نمیرم، هی غرق شم. پس باید بسپری خودتو. لبهاتو اگه حرکت ندی، کلمات به زبان مادریم تو میتونی حرف بزنی؟ نمیتونی. پس باید دهانتو حرکت بدی. روح القدس زبانها و لبهای ما رو، زبان و لبهای ما رو در اختیار خودش نمیگیره. اون ما رو مجبور نمی کنه که ما حرف بزنیم. کسایی که میگن روح القدس قابل توجه من مجبور کرد، روح القدس هرگز مجبور نمی کنه. این چیزیه که از دل جهنم بیرون اومده، یه دروغه. روح القدس هرگز مجبور نمی کنه. تو کلام بارها شنیدیم، پولس، پتروس میگه روح القدس به من گفت برو، میتونی نری، ولی هرگز مجبورت نمی کنه. پس خودت باید دهانتو تکون بدی. هر که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطنای او نهرهای آب زنده جاری میشه. یک کلمه دور سرت میچرخه، با ایمان بگو، انگار یک سدی جاری میشه، یک راهی باز میشه که تو شروع میکنی به حرف زدن. روح القدس آماده است، باور میکنی؟ این شیر آب، آب توشه عزیزان، آب توشه، فقط کافی این دکمه رو فشار بدی. سوال بعدی، چگونه پری روح القدس رو دریافت کنم؟ فقط دریافت کن، التماس نکن، فقط دریافت کن. احتیاج نبگی تو رو خدا خواهش میکنم به من بده، نه، هر جا که میبینیم روح القدس فقط با ایمان دریافت کن. پر شدن از رو به راحتی اون زمانیه که تو عیسی مسیح خداوند رو پذیرفتی. برادرم حسین یک 2 بار فقط میرفت حق جی، اومد گفت من ملاقات شدم، عیسی خداونده. چجوری شد برادر حسین؟ فهمیدی؟ نفهمیدی. خداوند خودش به همین سادگی او تولد تازه یافت. ولی با این حال میخوام یه قسمت دیگه ایم بگم که عده‌ای در کشمکش میافتن، دل سرد میشن، همه این کارا رو میکنن ولی دریافت نمیکنن. در آخر میخوام به چند تا مانع، امیدوارم موعظه روز پنجشنبه رو گوش کرده باشین، نمیتونم برای وقت کمی که داریم به همش بپردازم، فقط 2 تا نکته مهم، 2 تا مانع مهم رو همین الان میخوام بگیم، قبل از اینکه پوری رو هممون دریافت کنیم با هم براش دعا کنیم. اولین چیز اینه، اعمال باب 5:32 میگه خدا روح القدس رو به کی میبخشه؟ مطیعان. اگه نااطاعتی در توه عزیزان، خدا میخواد تو اعتراف و توبه کنی. به خصوص این مطلب، این مطلب نااطاعتی در مورد نبخشیدن کاملا صدق میکنه. 99% وقتی افراد چشماشونو میبندن و اجازه میدن روح القدس این مانه رو نشون بده، 99% عزیزان به جرئت میتونم بگم روح القدس ما رو به طرف عدم بخشش سوق میده. و خدا امروز میخواد روح القدس قبل از اینکه پرت کنه به تو قوت بده که ببخشی. یک لحظه چشماتون ببند، با هم میخوایم دعا کنیم. ای خدای عالی، میدونم که با قدرتت با فرشته هات اینجا هستی، لطفا همه چشمامونو ببنده.
و در فروتنی سرای خودمون رو پایین بندازیم. این کمک میکنه که در تمرکز دعا کنیم تا فضایی رو آماده باشه برای اینکه روح القدس با قوت بتونه عمل کنه. ای خدای عالی، ایمان دارم که تو اینجا هستی خداوند. این دعا راجع به منم صدق میکنه. من با خواهرم، با همدیگه، با برادرام از تو میخوام ای خداوند. اگه نااطاعتی در قلب من یا مایانه، اگه شورشی در قلب ماست نسبت به همسرمون که بالای سرمونه، اقتداری که بالای سرمونه، مسئول روحانی که بالای سرمونه، اگه نااطاعتی نسبت به کلام خداست، ای روح القدس به ما نشون بده. اگه این نااطاعتی در مورد نبخشیدنه، خداوند به ما نشون بده. یک لحظه فقط چند ثانیه سکوت میکنیم. میتونی زیر لب با من این دعا رو بکنی. من تصمیم میگیرم هر آنچه که در این لحظه به من نشون دادی بر من آشکار کردی خداوند، درست احساسم مخالفه، اما من میخوام تصمیم بگیرم که اطاعت کنم. خداوند میبخشم در این لحظه هر کسی که به من نشون دادی و توبه میکنم برای هر قسمتی که نااطاعتی کردم نسبت به کلامت، نسبت به اقتداری که بالای سر من گذاشتی. در نام عیسی مسیح آمین. خداوند برای کسایی که این دعا رو کردن، در نام عیسی مسیح آمرزش و بخشش رو روی اونا اعلام میکنم. آمین. و رایج‌ترین موانع که نامرئیه برای دریافت روح القدس عزیزان، گناه بی ایمانیه. بی ایمانی ضعف نیست، بی ایمانی یک گناهه که کلام خدا میگه ای برادران، ای خواهران، با حذر باشی مبادا یکی از شما دل شریر و بی ایمان داشته باشه. یه موقع ما روی نیمکت کلیسا میشینیم ولی باور نداریم خدایی که از نیستی ها هستی به وجود آورده، میتونه امروز ظرفای خالی ما رو پر کنه، میتونه الحال بکنه زیادتر از آنچه که ما بخواهیم یا دعا کنیم و حسب اون قوتی که در ما عمل میکنه. من ایمان دارم بعد از این دعایی که میکنیم فضا بازتر میشه، از بی ایمانی، از نبخشیدن، فضا گنجایشش برای حرکت روح القدس بازتر میشه تا ظرفای خالی ما پر لبریز بشه. آمین. چشمای خودمون رو دوباره چند لحظه میبندیم. دعا میخوایم بکنیم برای بی ایمانی. ای خدای عالی، ای خدای عالی، ایمان داریم خداوند که تو الان با فرشته ها اینجا داری تردد میکنی، تمامی محیط رو از این دیفچه های نبخشیدن، بی ایمانی پاک کنی تا روح قدوس تو مثل یک کبوتری پرواز کنه و روی تک تک ما قرار بگیره. ای خداوند در نام قدوس عیسی مسیح خودم و تک تک ما رو به حضورت بلند میکنیم. میخوایم در قلب خودمون بی ایمانی خودمون رو اعتراف کنیم. نمیخوایم توجیه کنیم، نمیخوایم بهونه بیاریم. میخوام به تو بگیم ما خودمون مسئول بی ایمانی خودمون هستیم. میخوایم ما رو ببخشی ای خداوند. متاسف هستیم برای اینکه بارها و بارها عمل کرده تو رو به خاطر بی ایمانیمون متوقف کردیم. خداوند دعا میکنم که ما رو ببخشی و ما رو از بی ایمانی رهایی بدی و یه ایمان نو
همونجور که این سرود رو خوندیم یه ایمان نو به ما ببخشی. میخوام امروز اعلام کنیم ایمان داریم به عیسی مسیح و کار نجات بخش او. ما ایمان داریم به فرستادن عطیه روح خدا برای تجهیز کلیسای تو. ما ایمان داریم به کلام مقتدر و برنده تر از شمشیر دودم تو که اعلام شد و امروز نفائس رو و رذایل جدا میکنه تا روح القدس پر از پری تو بشه. در نام عیسی مسیح کلیسای تو بگه آمین. احساس راحتی بیشتری میکنی؟ آمین. میخوام بهتون بگم امروز خدا به نیازهای ما جواب نمیده، بلکه به ایمان ما جواب میده، چون بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محاله. اما اون که ایمان میاره، ایمان آورده امروز، باید بدونه که خدا طالبان او رو، هر کی او رو میطلبه، روح القدس او رو میطلبه، پاداش میبخشه. خدا امروز در پی ایمان توه برادر خواهرم. در این آخر میخواییم دعا کنیم با هم برای دریافت روح القدس. بعد از اینکه این دعا رو میکنیم، میخوام دعوتتون کنم که به جلو بیان. چند گروه رو میخوام دعوت کنم که به جلو بیان. همجور که به جلو میاییم، ما توی یک سرود پرستشی هستیم، میخوام با ایمان دریافت کنیم و همجور خادمینه که قبلا تجهیز شدن برایشون دعا کردیم اینجا هستن که برای شما دستگذاری کنن. با ایمانی که شما امروز دریافت کردین، پری روح خدا رو دریافت کن. خوشحال هستین؟ باور میکنین؟ آمین. چند لحظه دوباره چشمای خودمونو میبندیم، سرای خودمونو با فروتنی در حضور پدر، پسر، روح القدس خم میکنیم. میخوام دعا کنم، با این دعا کمکتون کنم که بعد از این دعا به جلو بیاییم و در یک پرستش عالی همراه با پدر، پسر، روح القدس این عطیه الهی، این قوت الهی رو دریافت کنیم. پدر عالی که خودت وعده دادی، خودت گفتی وقتی ما به عنوان فرزندان به حضور تو میایم، تو روح القدس رو عطا میکنی، تو روح القدس رو به فرزندان خودت دادی و تو گفتی هر که به طلبت به او خواهم داد. از تو درخواست میکنیم خداوند، همینجور که من دعا میکنم، اگه دعای قلبی تو زیر لب این دعا رو بکن. خداوند من فرزند تو هستم، به عنوان فرزند تو میخوام فقط دریافت کننده این عطیه عالی تو که فیض توست باشم. از تو درخواست میکنم ای پدر آسمانی که در نام عیسی مسیح خداوند این عطیه عالی رو نه فقط امروز منو قوته‌ور کنی، بلکه منو پر کنی، نه فقط منو پر کنی بلکه منو لبریز کنی. با ایمان از تو میطلبم ای پدر آسمانی، با شادی از تو میطلبم و از تو میطلبم در این لحظه پر از شکوه و جلال قوت و قدرت خودتو بر من بریز ای خدای عالی. میخوام تکلم کنم به زبانها مثل یک کودک، این لبریز شدن رو، این پوری رو تجربه کنم تا دیگه مثل پتروس دنبال زندگی و آرزوهای خودم نباشم، بدونم زندگی زیستم با تو حقیقتاً چقدر پرجلاله، چقدر زیباست. الان میخوام به جلو دعوت کنم عزیزان، اولین گروه که Oh, my God.
Oh,
Was